جفسازی های منفی رسانه های گروهی امریکا و انتشار اخبار کذب از مسائل و تحولات داخلی ایران، گروهی از کارشناسان رسانه‌ای و تحلیلگران مسائل ایران با بررسی تحولات بعد از انتخابات، نحوه برخورد و عملکرد رسانه‌های گروهی امریکا در مورد مسائل ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. Why are you gathering here? We are gathering here because there have been so much misrepresentation in the American media. رسانه‌های گروهی آمریکا تصویر غیر واقعی از مسائل ایران ارائه می‌کنند و ما اینجا جمع شدیم تا حقایق ایران رو برای روشنفکران آمریکایی تشریح و تصویر واقعی از ایران ارائه کنیم. رسانه‌های گروهی آمریکا واقعیت‌های جهان رو به مردم آمریکا منتقل نمی‌کنند. حقوق رسانه‌ای در این کشور نقض شده و مردم آمریکا در فقر اطلاعاتی به سر می‌برند. در این نشست که با عنوان واقعیت‌های ایران به دور از دروغ‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای برگزار شد، کاوه افراسیابی، محقق و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، نوع برخورد و پوشش رسانه‌های گروهی امریکا از تحولات و مسائل داخل ایران را مزورانه و گزینشی خواند و خواستار اصلاح آن شد. این رسانه‌ها کارشون اونجوری که باید شاید انجام ندادن و معیارها و استانداردهای نادرستی رو به پیش گرفتن و به نظر میرسه که با توجه به اخباری که اخیراً از سوی دولت آمریکا و همچنین فرانسه ما شنیدیم که اینها الهاماتی از طرف دولت ها میگرفتن که در این راستا تلاش و تقلا بکنن، بخصوص در رابطه با CNN و BBC، چون هر دو با من چندین مرتبه مصاحبه کردن و برنامه‌هاشون رو با دقت دنبال می‌کردم و می‌دیدم که چقدر اینها متعصبانه به اوضاع ایران نگرش دارن و حداقل یک نوع اون چیزی که بهش ادیتوریال لاین میگن از بالا به اینها به نظر می‌رسید که صادر شده و اونها اون خط کلی رو دنبال می‌کنن که مسلماً بر ضد منافع ایران. خانم سارا پلاندر، معاون سازمان صلح و عدالت، نیز با اشاره به اقدامات مداخله جویانه رسانه‌های گروهی امریکا در مورد مسائل خاورمیانه به ویژه ایران تاکید کرد. رسانه‌های گروهی امریکا به تبعیت از دولت مردان این کشور هر گونه انتخاباتی را که با اهداف آنان سازگار نباشد زیر سوال می‌برند که نمونه‌های آن را در پیروزی حزب الله در لبنان، اخوان المسلمین در مصر و حماس در فلسطین اشغالی مشاهده کرده ایم. وی گفت رسانه‌های گروهی امریکا به عنوان ابزار و اهرم فشار دولت امریکا علیه کشورها عمل می‌کنند. همچنین اردشیر عمانی و خانم رویانیان نیز با اشاره به این که رسانه‌های گروهی امریکا دخالت مستقیم و غیر مستقیم دولت امریکا در تحولات ایران را شکل می‌دهند تأکید کردند استقلال رسانه‌ای در این کشور واقعیت ندارد.